این لباس به خصوص بیشترش با رنگ‌های ارغوانی، با رنگ‌های سرخابی تند، با رنگ‌های قرمز و نخ‌های طلا و نخ‌های گلابتون طلا و نقره درست شده و برجستگی فوق‌العاده داره. بالاتنه این لباس فوق‌العاده دوختش مشکل بود و روی لباس بلندی از ارگانزای موسلین توری مال بیانکینی این کار اجرا شد و این لباس بود که الان دیدم این هنرپیشه خیلی زیبای ایرانی تنش کرده ولی با حالت کپیه. کپی کردن یک مقداری مطالعه میخواد، به سادگی نمیشه کپی کرد. کپی بسیار خوبی نبود، معذرت میخوام بگم، ولی اینو باید قبول کرد تا آدم ایراد نگیره کارا درست بشه. مدت 13 سال فقط بدون دریافت کوچکترین پاداشی من به خاطر کمک به احیای هنرها با دوستانم به طوری گروهی ما کار کردیم. گروهی که در بلوچستان کار کردیم در درجه اول دوست عزیزم مهمونی جهانبانی بود که سالهای قبل روی این کار کار کرده بود و این موقعی که کار به اینجا رسید که برای لباس باشه احتیاج بود که به اینا برجستگی کامل داده بشه برای اینکه لباسهایی که بتونه با اوت کوتور کشورهای معروف مثل فرانسه، ایتالیا و کشورهایی که در صنایع دستی خیلی قدرت بیشتری دارن در اون اشتل کار کنه. آمدیم با هم دیگه تمام رنگ‌های سنتی رو با یه سری قوطی‌هایی که توش نخایی که خودمون می‌خواستیم، نخای دمسه مال فرانسه بود گذاشتیم، ولی روی جعبه‌ها رو رنگی زدیم که رنگ‌های سنتی اینا باشه. و هدف ما این بود که ما به درآمد برای اینا به وجود بیاد اگر میتونستیم مدارس بزرگی رو درست کنیم که اینا به عنوان استاد بشن و صدها هزار تا زیر دست اینا تربیت بشن که نشد. طراحی کردن و احیا کردن صنایع دستی، احیا کردن معماری، تمام اینا یک مقداری هدف میخواد، زحمت میخواد، رنج میخواد. همه کاری که ما در عرض 13 سال این کار کردیم زحمت کشیدیم و رنج بردیم ولی لذت بردیم از اینکه اینا رو احیا کردیم، ولی متاسفیم که اینا ادامه پیدا نکرد.